سلام بچه ها، وقتتون بخیر. با اولین جلسه کلاس ریاضی دهم و یازدهم انسانی کنکور در خدمتتون هستیم. بحث اولی رو که برای این جلسه انتخاب کردیم از مبحث کتاب دهم و یازدهم هست به نام بحث اتحادها، و بعد بریم انشاءالله وارد بحث تجزیه بشیم. من اینجا مبحث رو با دو تا تعریف خیلی ساده شروع میکنم، بعد بریم با هم دیگه سراغ یکی از مهمترین اتحادهایی که توی کنکور سراسری توی درس ریاضی رشته انسانی خیلی هم کاربرد داره. خب حضورتون عرض کنم که این بحث رو داریم. من قبل از اینکه فقط شروع کنم، اینه که به محضی که کارهای اصلی ثبت نام شما انجام بشه و هماهنگی لازم انجام بشه، انشاءالله ما این جزوه رو برای شما از طریق مؤسسه ارسال میکنیم که جزوه رو داشته باشید. بسیار خب بگم که خصوصی خب بچه ها، الان یک پیامی رو دریافت کردم، خدمتون این پیام رو بگم. زحمت بکشید شماره تلفناتون رو توی پیام خصوصی بفرستید. اینجا حالت پرایویت شده، خصوصی شده، اصلا مشکلی نداره، شماره شما دیده نمیشه. این شماره رو برای مسئولین و مؤسسه ارسال کنید تا بعد با شما تماس بگیرن، تا در صورتی که لزوم هست جزوه رو به آدرس خودتون ارسال کنن. شما حتما باید این جزوه رو داشته باشید که سر کلاس نخواهید همه چیز رو بنویسید و فقط اون مواردی که نیاز دارید و توضیحاتی که لازمه رو خب به هر حال یادداشت کنید. این از این بابت گفتم که اگر سوالی الان بشه که چطوری جزوه دست ما باید برسه، این حداقل در جریانش باشین که حتما با شما تلفن شما داشته باشن بچهای مؤسسه تا بتونن با شما تماس بگیرن و بعد طریق ارسال رو براتون مشخص کنن. خب یک نکته دیگه هم بگم، بعد از اینکه درس رو بدیم ما به زودی اون بحث، چون دوستانم پرسیده بودن، کانال درسی و گروه ریاضیمون هم هست که این کانال درسی و گروه ریاضی رو هم من لینکشو ارسال میکنم برای مؤسسه، برای شما ارسال خواهند کرد برای دوستانی که تو کلاس باشن تا بتونن وارد این کانال بشن و هم از محتواهای درسی اونجا استفاده کنن و هم از بحث حضورتون عرض کنم. اگر سوالی دارید میتونید تو اونجا تو گروه ریاضی مطرح کنید و انشاءالله به محضی که زمانش بشه ما در هر روز معمولا یه تایمی رو میذارم برای پاسخگویی به سوالات، سوالات شما رو پاسخ خواهم داد. یه نکته هم خدمتتون بگم، برای پاسخگویی به سوالات دوستان دقت کنن، به هیچ وجه ننویسید مثلا صفحه 24 جزوه رو لطفاً سوال دوشو توضیح بدید، حتما از اون سوال، از هر جزوه، از هر کتابی هست عکس بگیرید و تو گروه قرار بدید تا من سوال رو ببینم و بتونم پاسخگو باشم. خب بحث شروع میکنیم، چون جلسه اوله نمیخوام زیاد صحبت کنم، بحث درسیمون رو شروع میکنیم با چند تا توضیح اولی. خب یک بحث اول یک تعریف هستش به نام عبارت جبری. بچه به زبون ساده بهتون میگم، عبارت جبری از ضرب و جمع و تفریق بین اعداد و حروف به دست میاد. یعنی چطور؟ به عنوان مثال نگاه کنین، 2x به علاوه y، این یک عبارت جبریه، ترکیبی از حروف و اعداد بینشون جمع و تفریق. یا مثلا x به توان 2z، این یک عبارت جبری است. حالا تو عبارت های جبری که بچه ها به این فرم باشن، دقت کنید به جزوه، خط به خط این جزوه رو دقت کنید. حالا روی این توضیحاتی هم که میدم گفتم جزوه دستو میرسه که شما راحت تر بتونید کار رو پیش ببرید. هر عبارتی دوستان به این شکل ببینید، هر عبارتی به این شکل بچه ها ببینید،
دو ایکس به توان سه. از نظر ما میشه این یک جمله ای. این از نظر ما یک جمله ایه. چرا؟ چون ضرب یک عدد در یک یا چند متغیر هست، این عدد حتما، این ضریب عددی باید غیر صفر باشه و توانم باید حتما عددی حسابی باشه. این از نظر ما میشه یک جمله. دقیق بفرمایید، مثلا x به توان یک دوم یک جمله ای نیست دوستان. x به توان یک دوم یک جمله ای نیست. x به توان منفی یک یک جمله ای نیست. چرا؟ چون توان اینها عدد حسابی نیست. یادآوری بکنم چه عددی حسابی بود؟ عددی که با چی شروع بشه؟ صرف یک دو سه و الاخر. یعنی از صفر شروع کنیم، هر عدد رو میخوایم بعد قبلی یه واحد اضافه کنیم، به صفر یه واحد اضافه کنیم، یک اضافه کنیم، دو، همینطور که بریم جلو. عدد کسری، عدد منفی، عدد رادیکالی جز عدد حسابی حساب نمیشه. خب این پس تعریف اولیه که میخواستم همه متوجه بشید. پس ما یک جمله ای رو تعریف کردیم. دقت کنید بچه ها، از نظر ما حضورتون عرض کنم که x به اضافه 2 یک دو جمله ای حساب میشه. یک جمله، یک جمله، بینش جمع میشه دو جمله. اما دو تا x 3 y 2 یک دونه یک جمله ای. دقت بفرمایید، حضورتون عرض کنم که تو این مسئله 2x 3 y 2 یک جمله یه. تعداد متغیرهایی که ضرب میشن تعداد اون یک جمله ای ما رو تغییر نمیدن، همون یک جمله ای باقی میمونه. خب حالا این مفهوم یک جمله رو داشته باشین، بریم جلوتر. گام بعدی یه تعریف دیگه هم بگم، تعریف اتحاد رو میخوایم بهتون بگیم. اتحاد چیه و فرقش با معادله چیه؟ معادله و اتحاد هر دو یک تساوی هن. هر دو یک تساوی هن. توش هم متغیر داریم، اما معادله فقط به ازای یک یا چند مقدار متغیر میتونه به یک تساوی درست تبدیل بشه، اما اتحاد به ازای هر مقداری که به متغیر را بدیم یک تساوی همیشه درسته. یه مثال هم بزنم از این بابت که این نکته رو هم اینجا داشته باشیم. فقط اینکه نوشته‌های من دیده میشه رو صفحات شما یا نه، واضح هستش از نظر نوع قلم، اوکی هستید یا نه؟ ریز نیستش نوشته‌ها؟ خب بسیار. حالا بریم سراغ ادامه بحث. ببینید دوستان، خوب دقت کنید. من قرار شد تفاوت اتحاد با معادله رو بهتون بگم. به یک زبان ساده بهتون میگم. ببینید خیلی راحت. 2x به علاوه 3 مساوی با 5 یه معادله است، یه تساویه، فقط به ازای x درسته. اگه x رو یک بدم، به این x یک بدیم بچه ها، خب دو ضرب در یک به اضافه 3 میشه 5، یه تساویه همیشه درست میشه. این معادله هست اما اتحاد نیست. اگه قرار بود اتحاد باشه، شما به x هر مقداری میدادین باید چی میشد بچه ها؟ باید یک تساویه درست میشد. خب حالا یه دونه تساویه بنویسم که اتحاد باشه. پس معادله اتحاد نیست. خب یه مثال دیگه ببینید. x منهای 1 در x به اضافه 1 بچه ها مساوی بشه با x به توان 2. حالا من این دار پایین تر باید اینو بنویسم که رو صفحه بیاد. اجازه بدین. x به اضافه 1 نوشتم در x منهای 1 مساوی است با x به توان 2 منهای. از نظر ما این یه اتحاد بچه‌ها. چطور؟ شما الان هر xی دوست دارین سمت چپ قرار بدین، همون x رو سمت راست قرار بدین، حاصل سمت چپ با راست یکی میشه. یه مثال حل کنیم. مثلا به x بدیم 2. الان اگر من به x بدم 2، 2 1 میشه 3، 2 منهای 1 هم میشه 1، 3 ضرب در 1 میشه 3. سمت چپ نگاه کنید شد 3. سمت راست به x بدم 2، 2 به توان 2، 4 منهای 1 میشه 3. ببینید سمت چپ با راست یکی شد.
پس اتحاد به زبان ساده یک تساوی همیشه درسته. این از نظر تعریف یادمون باشه فرق اتحاد و معادله رو بدونیم. یکی از معروفترین اتحادهایی که امروز ما میخوایم کلن باش بحث کنیم اتحاد مربع دو جمله. دوستان نگاه کنید، مربع دو جمله دقیقا تو فارسی عکس عمل ریاضی رو انجام میدیم. یعنی چطور؟ ما در فارسی می‌نویسیم مربع دو جمله از راست به چپ میخونیم، تو ریاضی از چپ به راست عمل میکنیم. یعنی چطور؟ یعنی تو این مسئله من این قسمت رو پاک کنم براتون. ببینید مربع دو جمله یعنی یک دو جمله باشه به توان دو، در حالی که وقتی فارسی می‌نویسیم می‌نویسیم مربع دو جمله. در یک در ریاضی نکنید اول دو جمله ایش بعد مربع یعنی توان دو شو اعمال می‌کنید. اتحاد مربع دو جمله همچنان که شما توی تصویر می‌بینید درسته؟ ببینید دوستان، شامل حضورتون عرض کنم سه بخش میشه. بخشاشو تو ذهنتون داشته باشید. مربع دو جمله ای، مجموع مربعات و یه جمله هم داره که حاصل ضرب دو جمله است. البته یک ضریب هم داره، یعنی دو برابر جمله اول در دوم. خب اتحاد مربع دو جمله خونده میشه اینطوری. ببینید فارسی وار خوب تو ذهنتون بسپارید. مربع دو جمله ای مساوی با مجموع مربعات به اضافه یا منفی دو برابر حاصل ضرب دو جمله. اینجا تو ذهنتون یه نکته باید بیاد. مربع دو جمله که میگیم یا دو جمله تو حالت جمع یا تو حالت تفاضل. اگه تو حالت جمع باشه خب میشه به اضافه دو برابر حاصل ضرب، اگر منفی باشه میشه منهای دو برابر حاصل ضرب. خب این اتحاد مربع دو جمله رو شما اکثرا بلدین، تو هشتم نهم کتاب هشتم نهم ریاضیتون هم خوندین، توی کتاب دهم ریاضیتون هم یادآوری کرده براتون تو کتاب آماره یک. اما اینجا ما میخوایم ببینیم چه استفاده هایی از این اتحاد توی کنکور میاد. خوب دقت کنید این استفاده ها رو بتونید. خب من اینجا همچون که تو جزوه میبینید به صورت فارسی نوشتم، مربع مجموع دو جمله میشه مجموع مربعات دو جمله به اضافه دو برابر حاصل ضرب، و مربع تفاضل دو جمله میشه مجموع مربعات دو جمله دو برابر منهای دو برابر حاصل ضرب دو جمله. خب حالا دوستان ببینید، یکی از کاربردهای اتحاد مربع دو جمله این کاربردی که الان تو تصویر می‌بینید. خوب نگاه بکنید، فارسی وارشو بخونم چطور حفظ کنید. نکنید یکی از هنرهای شما تو درس ریاضی اینه که مطلب رو و فرمول رو به صورت فارسی وار یاد بگیرید، اما وقتی روی برگه کاغذ میارید به صورت ریاضی بنویسید. ببینید چطور می‌خونم. مربع مجموع اگر به اضافه مربع تفاضل بشه مساوی با چیه؟ دو برابر مجموع مربعات. اینطوری باید حفظ کنیم. این فرمول برای کجا استفاده میشه؟ مربع مجموع رو بده، مربع تفاضل رو بده، بگه با هم جمع کنیم. به جای که یه ساعت بگیریم این اتحادشو باز کنیم بنویسیم، اینم باز کنیم و بنویسیم و با هم جمع کنیم، راحت از این فرمول استفاده میکنیم. دیگه چی؟ مربع مجموع منهای مربع تفاضل میشه 4 برابر اولی در دومی. دوستان درسته؟ 4 برابر اولی در دومی. خب سوال میپرسن که کلاس ذخیره داره میشه، ضبط داره میشه؟ اینو باید حالا بپرسیم که در حال مؤسسه کلاس رو ضبط میکنن یا نه. این بله در حال ضبط هستش. خب مربع، پس ببینید بچه خوب دقت کنید، این دو تا فرمول فرمولای اولیه‌ان تو رشته انسانی. تو کنکور سال 84-86 کنکور حالا قدیمی‌تر از همین دو تا نکته تست اومده، الان تستش هم با هم حل میکنه. پس مربع مجموع به اضافه مربع تفاضل یادمون باشه میشه دو برابر مجموع مربعات. مربع مجموع منهای مربع تفاضل میشه 4 برابر اولی در دومی. تو کنکور سراسری این دومی بیشتر تو تست ها اومده. بیاین با هم یک چند تا تست حل کنیم. تست اول رو ببینید، 2 رادیکال 3 منهای رادیکال 7 به توان 2 به اضافه 2 رادیکال 3 به اضافه رادیکال 7 به توان 2 رو بخواید. خب دوستان دقت کنن،
خب الان این کدوم فرموله شما بگید؟ فرمول اولی یا دومیه؟ مربع تفاضل با مربع مجموع میخواد جمع بشه. فرمول شماره یک یا فرمول شماره دو؟ آفرین، اولیه. پس میشه دو برابره یه دو می‌نویسم. ببینید خوب به حلش، دو برابره پرانتز مربع اولی به اضافه مربع دومی. خب یعنی دو رادیکال سه به توان دو به اضافه چی بچه ها؟ مربع دومی رادیکال هفت به توان دو و تمام. حالا فقط من باید بلد باشم دو رادیکال سه رو به توان دو برسونم، رادیکال هفتم به توان دو برسونم. خب چی میشه دوستان؟ دو رادیکال سه به توان دو، خب میدونید دو به توان دو میشه چهار، رادیکال سه به توان دو هم میشه سه، چهار سه تا دوازده. خب این که جوابش دوازده است. رادیکال هفت به توان دو میشه هفت. خب دوازده رو با هفت جمع میکنیم میشه نوزده، نوزده ضرب در دو میشه سی و هشت دوستان. خیلی راحت این حاصل به دست اومد. همه کامل متوجه شدیم؟ دوستانی که سر کلاس هستین اوکیه؟ متوجه شدیم؟ بسیار. بریم دومی رو با هم حل کنیم. دومی میگه که یک به اضافه رادیکال 3 به توان 2 منهای یک منهای رادیکال 3 به توان 2 چی میشه؟ یه نگاه بهش میندازم، مربع مجموع منهای مربع تفاضل شده. خب اینجا چی میگم؟ میگم جواب میشه 4 برابر اولی در دومی. خب میشه 4 برابر اولی چنده بچه‌ها؟ 1. دومی چیه؟ رادیکال 3. خب میشه 4 برابر اولی در دومی. خب میشه 4 تا رادیکال 3. خب اینم حضورتون عرض کنم که پاسخ این تست و این سوال. پس ما یادمون باشه خود اتحاد مربع دو جملی اولین کاربردش اینه، با هم یادآوری میکنیم و با هم تکرار میکنیم. تکرار کنید تو ذهنتون و مدام بنویسید و مدام بخونید. این فرمولا باید اینجوری تو ذهن بمونه: مربع مجموع به اضافه مربع تفاضل میشه دو برابر مجموع مربعات، مربع مجموع منهای مربع تفاضل میشه 4 برابر اولی در دوم. خب این از یک مدل. بریم یه تست کنکور نزدیکتر رو حل کنیم برای سالهای مثلا 94، ببینیم چه تستی اومده بود. اینا رو میتونید ازش عکس بگیرید الان یا بعد فیلم کلاس رو ببینید. من دیگه فرصت چون از بین میره دیگه نمیذارم، فرصت نمیدم بهتون بنویسید. اینا رو میتونید عکس بگیرید ازش، صفحهشو جوابشو داشته باشید. خب بریم با هم دیگه یه سوال دیگه رو با هم حل کنیم. این دفعه یک تست کنکور با گزینه ها باشه. خب به این سوال نگاه کنید دوستان. این تست کنکور سراسری بوده، داخل کشور سال 90 فکر کنم 4 بود. تست این بوده: اگر ایکس وای دو بشه 4/3، حاصل ایکس به اضافه 3 وای دو به توان 2 منهای ایکس منهای 3 وای دو به توان 2 چی میشه؟ یه نگاهی به مسئله داشته باشین بچه‌ها. مربع مجموع منهای مربع تفاضل، سری آدم میاد، 4 برابر اولی در دو. اولی چیه؟ ایکسه. دومی چیه؟ سوای دوی. تمام. خب پس الان خیلی راحت این مسئله و تست کنکور رو با هم حل میکنیم. میشه 4 برابر اولی چیه؟ ایکسه ضرب در سوای دو و تمام. خب حالا ببینید دوستان، هم فقط اینجا این خب حالا ببینید 4 سه تا میشه 12 تا
x y 2. خب حالا خود صورت مسئله دوستان ببینید، گفته x y 2 میشه 4/3، درسته؟ پس بیاین به جای x y 2 4/3 بذاریم، چی میشه؟ میشه 12 در به جای x y 2 بذاریم 4/3. خب حالا حاصل رو ببینید، 3 با 12 ساده میشه 3/3 یک مرتبه، 12/3 4 مرتبه، 4 × 4 = 16. و اینجا باشه دیگه، اینجا برای تو میسه. پاسخ میشه گزینه چند بچه ها؟ پاسخ میشه گزینه 3. خب اینا همه کامل متوجه شدن؟ اگر سوالی هست میتونید همینجا بپرسید. بفرمایید سوالی هست؟ دوباره توضیح بدیم. بله ببینید، من به سوال نگاه میکنم، مربع مجموع منهای مربع تفاضله. طبق نکته که به شما یادآوری کردم میشه 4 برابر اولی در دومی. خب حالا 4 خودش 4 × 3 = 12 میشه 12 ایکس وای دو. خودش گفته به جای ایکس وای دو چند بذارم؟ 4/3 بذارم. پس میام به جای ایکس وای دو 4/3 بذارم. 3 × 12 ساده میکنیم، 4 × 4 = 16. اوکی شد الان؟ بسیار. حالا بریم سراغ کاربرد دیگه از اتحاد مربع دو جمله. یه نکته بهتون خدمت رو بگم، من در ضمن درس بعض وقتا یک سری روش‌های سریع محاسبات عددی رو هم بهتون آموزش میدم. هدفم این هست که شما با یادگیری این روش‌های سریع بتونید تو تستا وقتی به یک محاسبه عددی برخورد میکنید بتونید سریع به پاسخ برسید. این محاسبات سریع عددی توی جزوه‌تون نیست بچه ها، و شما بر اساس نیازتون وقتی که اون مطلب رو توضیح داده شد میتونید واسه خودتون گوشی یادداشت کنید، داشته باشین این روش‌های سریع رو. خب حالا بهش میرسیم، توی جایی به اندازه حالت استراحت هم داشته باشه اینا رو توضیح میدم خدمتتون. بریم با هم دیگه حضورتون عرض کنم کاربرد دیگه از اتحاد مربع دو جمله رو با هم کار کنیم. خب بذارید من این قسمت ها رو پاک کنم. اگه خاطره شریفتون باشه، خوب دقت کنید دوستان، من بهتون گفتم اتحاد مربع دو جمله شامل 3 بخشه، مربع دو جمله ای، درسته، مجموع مربعات و حاصل ضرب دو جمله. حالا اگر توی تست از ما حاصل مجموع مربعات رو بخوان چیکار بکنیم؟ یه توضیح این گوشه براتون می‌نویسم. ببینید اساسا شما همتون اتحاد مربع دو جمله رو خب بلد هستید. ببینید آیه با رنگ قرمز هم می‌نویسم که ببینید، آیه به اضافه ب بچه ها به توان 2 همینطور که می‌دونید حاصل اتحادش میشه چی؟ میشه آ 2 ب 2 چند آب 2 آ ب میشه. خب حالا تصور کنید که شما توی امتحان مجموع رو بهت دادن، دو آبر هم بهت دادن، آ دو بلا به دو رو میخوان، خب چه اتفاق میفته به نظرتون؟ ببینید من حاصل آ دو بلا به دو رو میخوام. خب خیلی واضحه که من کافی مثبت دو آبر رو ببرم سمت چپ. یعنی چی میشه؟ یعنی میشه آ به اضافه ب به توان 2 منهای دو آبر مساوی با چی شده؟ آ دو بلا به دو. همین رابطه رو میتونم از آمن های ب به توان 2 هم به دست بیارم. پس خلاصه حرفم چیه؟ خوب دقت کنید به خلاصه حرفم بچه ها. خلاصه حرفی که میخوام بزنم اینه،
دوستان ببینید، اگر مجموع مربعات رو شما بخواید، یعنی آ دو به علاوه ب دو رو بخواید، اگر مجموع رو تو صورت تست و یا سوال به شما داده باشن، میگید میشه مجموع به توان دو منهای دو برابر حاصل زن. نگاه بکنید به یک نکته جالبی، من یک سری فرمولای ریاضی رو به شما میگم، بعد به خاطر تنوع فرمول ها زیاده خوب دقت کنید. خب مثل که الان یکی از دوستان مشکل صدا و تصویر اوکی شده، بله همه صدا و تصویر رو دارن، بسیار. ببینید دوستان، من حرفمو دوباره تکرار کنم، چیزی که خیلی مهمه شما یاد بگیرید اینه که من یک سری فرمولای ریاضی رو به شما میام بعد یاد میدم، یه سری فرمولا رو میگم شبیه سازی کنید. چرا؟ چون اینطوری باعث میشه خیلی فرمول نخواهید حفظ کنید. خب اولین فرمول شبیه سازی رو همین لحظه میخوام بهتون بگم، خوب نگاه کنید دوستان ببینن، آ دو به علاوه ب دو رو الان ما نتیجه چی گرفتیم؟ همینجا سمت چپ میبینید نوشتیم آیه به اضافه ب به توان دو منهای دو برابر حاصل ضرب، درسته؟ یعنی دقیقا همین فرمولی که اینجا میبینید. بذارید از خود نوشته ها توضیح بدم که راحت تر باشه. ببینید آ دو به علاوه ب دو مساوی میشه با آی به اضافه ب به توان دو منهای دو برابر حاصل ضرب. دوستان نگاه کنید، حالا اگر خواستید فرمول مشابه اینو به دست بیارید، آ دو به علاوه ب دو اینطوری میشه، کافی تو فرمول بالایی هر جا مثبت منفی کنید و هر جا منفی مثبت. نگاه کنید، پس به جای مثبت اینجا منفی میذارم، به جای منفی مثبت میذارم. پس در حقیقت آ دو به علاوه ب دو دو جور به دست میاد، یا میشه حالا فارسی وار حفظ کنیم، آ دو به علاوه ب دو میخوایم فرمول اول مربع مجموع منهای دو برابر حاصل زن، فرمول شماره دو مربع تفاضل به اضافه دو برابر حاصل زن. بیاییم با هم دیگه این دوتا مثال ساده رو برای که بهتر بفهمید من بگم، این دوتا مثال رو استفاده کنیم، بعد بریم یه تست کنکور سراسری از همین بخش براتون حل کنیم. خب در حقیقت من دارم کاربرد شماره دوی اتحاد مربع دو جمله رو برای شما تدریس میکنم. خب به سوال نگاه کنید دوستان، این سوال رو بیارید همه ببینید، گفته که مجموع دو عدد 21 حاصل ضرب دو عدد 104 مجموع مربعات دو عدد چی میشه؟ ببینید اینجا لازم نیست دوستان من برم هر کدوم از اون عددا رو به دست بیارم بعد به توان دو برسونم با هم جمع کنم، قرار نیست این کار رو انجام بدیم، قراره با فرمول بالا یا پایینی این مسئله رو خیلی راحت حل کنیم. خب الان با توجه به اطلاعات مسئله شما به من بگید بچه ها فرمول بالایی باید استفاده کنم یا پایینی؟ با اطلاعات مسئله نکنید، مجموع رو داده، حاصل ضرب رو داده، مجموع مربعات رو میخواد، فرمول بالایی رو استفاده کنم یا پایینی؟ سریع بگید به من. بله فرمول بالایی باید استفاده کنم. خب چه اتفاقی میفته تو فرمول بالایی؟ ببینید مجموع مربعات آ دو به علاوه ب دو مساوی است با مجموع به توان دو. خب یعنی چی به توان دو بچه ها؟ یعنی 21 به توان دو منهای دو برابر حاصل ضرب، منهای دو برابر 104 که حاصل ضرب شده باشه، به همین راحتی. خب 21 به توان دو میشه 441. حالا شاید بپرسین چطور من قصدری گفتم، روش محاسبهش رو بهتون یاد میدم. و دو تام 104 تا میشه بچه ها 208 تا. اگر شما 441 رو منهای 208 کنید میشه 233 دوستان. پس خیلی راحت مجموع مربعات به دست اومد، درست شد؟ پس مجموع مربعات میشه 233. خب این از این سوال. بریم سوال بعدی. سوال بعدی میگه تفاضل دو عدد 12 هست
حاصل ضربش 85، مجموع مربعات این دو عدد رو بگید. خب ببینید دوستان، این دفعه از فرمول شماره دو میریم، اینطوری میمیسیم، میمیسیم آ دو به علاوه ب دو مساوی است. تفاضل به توان دو طبق این فرمول، خب 12 به توان دو منهای حاصل ضربش به اضافه، ببخشید، به اضافه دو برابر حاصل ضربشون، یعنی دو تا 85. از کدوم فرمول رفتم؟ فرمول شماره دو. میگه تفاضل به توان دو باید به اضافه دو برابر حاصل ضرب بشه. خب 12 به توان 244، دو تا 85 تام دوستان میشه چند؟ میشه 170 تا. 170 رو با 144 جمع کنید میشه 314. این از این مسئله، تفاضل دو عدد رو بدن، حاصل ضرب رو بدن، مجموع مربعات رو بخوان. خب این دو تا مسئله برای همه اوکی شد؟ متوجه شدین؟ اگر سوالی هست تا اینجا بپرسید. خب این یک سوال ساده بود، ازش حل شد. دوستان قرار من الان یک سوال حرفه‌ای از این بخش حل کنم که تو کنکورم دیده شده و اومده. خب تا اینجا سوالی نیست؟ خب ببینید، من میخوام در ادامه درس یک استراحتی هم شما گرفته باشین، یک روش ضرب رو بهتون یاد بدم که شما بتونید یه مقدار به هر حال محاسباتتون رو سریع‌تر انجام بدید. اگه نگاه کنید، من الان 21 به توان 2 رو نوشتم 441. ببینید چطوری 21 ضرب در 21. خب من و شما با روش قدیمی که آموزش گرفتیم 21 ضرب در 21 رو باید در دو خط محاسبه کنیم تا به جواب برسیم. درسته؟ میخوام یه روشی به شما یاد بدم که توی این روش شما همون 21 ضرب در 21 رو توی یه خط محاسباتشو انجام بدید و بعد کم کم که این تمرین کنید بچه، خب این باعث میشه شما حاصل ضربا رو سریع‌تر حساب کنید. بریم سراغ این روش رو براتون آموزش بدیم. خب من اطلاعاتو پاک کنم. خب من یک قسمت سفر براتون سفید کردم تا بتونیم یه مطلبی رو اینجا براتون بنویسیم. خوب دقت کنید دوستان. من میخوام یک ضرب رو 21 ضرب در 21 رو مثل که وقتی که بیست و یک ضرب در 21 رو بچه ها من میخوام براتون با یک روش سریع‌تر ضربش رو یاد بدم. این روش ضرب چیه بچه ها؟ خوب دقت کنید. 21 ضرب در 21 رو میخوام اینجا. این روش الگویی داره، به این الگو نگاه کنید. این الگوش شاید بپرسین این چه الگویی من کشیدم برای ضرب؟ خوب نگاه کنید، از راست به چپ بخونید. این که الان فلش بالا پایین زده یعنی یکانو در یکان ضرب کن. خب یکانو در یکان ضرب کن، یک یکی یک
بعد اینکه زبدر زده یعنی به صورت زبدری ضرب کن، دو یکی دو تا، اینجا هم دو یکی دو تا، بعد با هم جمع کن. خب دو یکی دو، اون دو یکی هم دو میشه چهار. و بالاخره این گام آخر میگه دهگان در دهگان ضرب کن، دو دو تا چهار تا، بفهمه این میشه 441. بیایم یه ضرب دیگه انجام بدیم، مثلا این همه متوجه شدین، بیایم یه ضرب دیگه انجام بدیم. مثلا میخواییم 35 و ضرب در 24 بکنیم. خوب دقت کنیم، میخواییم 35 و ضرب در 24. طبق این الگو پیش بریم، یکان در یکان، بعد ضرب دری، بعد دهگان در دهگان. خب فقط یادمون باشه تو هر مرحله 10 بر 1 داشتیم، به مرحله بعد اضافه کنیم. خب 5 4 تا 20 تا، صفرش اینجا، دوش اینجا. حالا ضرب دری 4 3 تا 12، 2 5 تا 10. خب این 12 با 10 جمع کنیم 22، با این 2 10 بر 1 تون 24، 4 اینجا، 2 اینجا. و بالاخره دهگان در دهگان، خب دو سه تا شیش، با این دو میشه چند؟ هشت، میشه 840. یه بار دیگه این ضرب رو توضیح میدم، نگاه کنید، یکان در یکان ضرب کنید، 5 4 تا 20، صفر رو بذارید اینجا، دو اینجا، بعد ضرب دری ضرب کنید. خب 4 سه تا 12 میشه، این بر 2 5 تا 10 میشه، 10 و 12 میشه 22، با این دو میشه 24، 4 رو بذارید اینجا، 2 8 10 بر 1. و بالاخره دهگان در دهگان، 3 2 تا 6 با 2 میشه چند؟ 8. مشابه این روش برای ضرب سه رقمی در سه رقمی هم داریم که حالا تو جلسات بعد خدمتتون خواهیم گفت. خب این نوع ضرب رو همه یاد گرفتن؟ اوکیه. صدا و تصویر رو اگر دارید بچه ها، اینو ضرب سری رو یاد گرفتیم روششو؟ بسیار خوب، برگردیم به ادامه درس و اون تست کنکور سراسری رو با هم حل کنیم. خب بیم اینجا اما اون تست بچه ها کنکوری که من الان میخوام براتون حل کنم، این تست خوب نگاهش بکنی، میگه که اگر 3x منهای 1 روی 2x بشه 10، حاصل 9x2 به اضافه 1 به روی 4x2 کدام یکی از این 4 گزینه است؟ میخوایم این تست رو با هم حل کنیم. خوب دقت کنید بچه ها، باید ببینیم چه چیزایی داریم چه چیزایی نداریم. ما اینجا 3x داریم منهای 1 روی 2x، میتونیم تو ذهنیت خودمون بچه ها ببینید خیلی راحت 3x رو بگیریم، آ اینو بگیریم، آ 1 روی 2x رو بگیریم به، انگار چی رو داریم؟ تفاضل دو جمله ای رو داریم. خب چی ازمون میخواد؟ اگه شما نگاه کنید بچه ها، اگر از 9x2 جذر بگیرم، جذر 9x2 میشه 3x، جذر 1 روی 4x2 رو اگر بگیرم میشه 1 به روی 2x. چه چیزی متوجه میشم بچه ها؟ یعنی 9x2 مجذور 3x، 1 روی 4x2 مجذور 1 روی 2x. یعنی من مجموع مربعات رو میخوام، تفاضل رو دارم. میریم رو فرمول قبلی، اگه مجموع مربعات رو به ما بدن، اگر مجموع مربعات رو به ما بدن و تفاضل رو بخوان بچه ها، مجموع مربعات رو بخوان ببخشید و تفاضل رو بدن، از چه فرمولی باید بریم؟ فرمول با هم بنویسیم. این بود، میگفت مجموع مربعات آ دو به اضافه ب دو مساوی با چیه؟ مساوی است با تفاضل به توان دو
به اضافه دو برابر حاصل ضرب. خب منم همینجا همین کار رو انجام میدم بچه ها، ببینید خیلی راحت میگم آقا 9x2 به علاوه 1 بروی 4 x2 رو میخوام، درسته؟ خب من 9x2 به اضافه 1 روی 4x2 رو میخوام، یعنی مجموع مربعات رو میخوام. خیلی راحت میام این کار رو انجام میدم. سلام، وقت شما بخیر. ببینید چی کار میکنیم، میایم میگیم میشه تفاضل به توان 2. خب تفاضلش رو گفته چند؟ 10 دیگه. پس 10 به توان 2 میمیسیم به اضافه، خوب دقت کنیم، دو برابر حاصل ضربشون. دو برابر آ در به آ چی بوده؟ 3x بوده. ب چی بوده؟ ب 1/2x بوده. خب داستان تمومه. ببینید این x با این x خط میخوره، این دوی مخرج با دوی صورت خط میخوره، چی میمونه؟ 10 به توان 2 که 100، یک 3 اینجا دارید، میشه جواب 103. بچه ها پاسخ گزینه 1 میشه. خب همه اینو کامل متوجه شدین؟ ببینید این یه تست کنکور سراسری بوده، تفاضل رو داده، مجموع مربعات رو خواسته. مجموع مربعات وقتی تفاضل رو داریم چی میشه؟ میشه تفاضل به توان 2. پس یعنی به جای 10 میذاریم 10 به توان 2 100 به اضافه 2 برابر حاصل ضرب. خب 2 برابر اولی در دومی. خب x با x خط میخوره، 2 با 2 فقط 3 میمونه، 100 با 100 سه با صد میشه 103. خب اینو همه متوجه شدین؟ یه تایید بفرمایید، وگرنه اگه سوالی هست دوباره نیازی از توضیح بدیم. بسیار، بریم سراغ یک مدل تست دیگه. یه تست حل شده توی هم جزوتون گذاشتم که بعد انشالله وقتی این تست رو حل کردین کنارش مشابه این تست پایینی رو هم یه نگاهی بندازین، این تست رو هم حل کنید و خب تسلطتون رو بیشتر بکنید. بریم یه مدل دیگه از این سوالات رو با هم حل کنیم. خوب دقت کنید دوستان. یه مثال دیگه با هم حل کنیم از این قسمت. یه مقدار سوالشو حرفه‌ای تر کنیم بچه. خوب نگاه کنیم. این یه تست خوب از این بخش. حواسا اینجا. میگه که اگر x2 منهای 4x بشود 3. خوب دقت کنیم. x2 منهای 4x بشه 3، حاصل x2 به اضافه 9 روی x2 چی میشه؟ نگاه میکنم x2 و 9 روی x2 اولا هر دوشون مربع کامله، بینشون هم جمعه، پس به ذهنیتم میرسه مجموع مربعات رو میخواد. مجموع مربعات هم دو تا فرمول بیشتر نداشت، یا میشد مجموع به توان 2 منهای 2 برابر حاصل ضرب، یا میشد تفاضل به توان 2 به اضافه 2 برابر حاصل ضرب. خوب دقت کنید این قسمت آخرشو. من چی لازم دارم؟ من این مجموع مربعاته، باید اینجا تو این تساوی اگری که نوشته، بعد از اگر نوشته، من باید یا تفاضل دو جمله رو داشته باشم یا چی بچه ها؟ یا باید مجموع دو جمله. اما نگاه بکنید، اگر من بیام اینجا از x2 جذر بگیرم میشه x، از 9 روی x2 جذر بگیرم میشه 3 به روی x. خب اما توی سمت راست
نه ایکس رو دارم نه سه روی ایکس رو دارم، حالا چی کار کنم؟ خوب دقت کنید، نه ایکس رو دارم نه سه روی ایکس رو دارم، در حقیقت فقط دارم x2 منهای 4x مساوی با 3. اینجا باید یه تکنیکی به کار بزنیم. خوب نگاه کنید تکنیک چیه. من برای که توی این تساوی x2 منهای 4x مساوی با 3 3 روی x و x رو داشته باشم، نگاه میکنم توی این تساوی کافیه که 3 رو دارم اما مخرجی x رو ندارم، پس میام طرفین رو بر یک x تقسیم میکنم. خوب نگاه کنید، x2 منهای 4x مساوی با 3. من میام چیکار میکنم؟ من میام طرفین تساوی رو تقسیم میکنم بر یک x. خب اگر x2 رو بر x تقسیم کنم میشه x، منهای 4x رو بر x تقسیم کنم میشه منهای 4، 3 رو تقسیم بر x کنم میشه 3 به روی x. چه جالب، هم x به دست اومد هم 3 روی x. فقط کافی این دو تا رو بیام کنار هم بذارم. یعنی چطور؟ 3 روی x رو برید سمت چپ، 4 رو ببرید سمت راست، چی میشه؟ میشه x منهای 3 به روی x مساوی شد با 4. و شما دقیقا همینو میخواستید، مجموع مربعات رو میخواین، تفاضل رو دارید. بیت فرمول شماره چند؟ 2. فرمول شماره 2 چی میشه؟ میشه x2 به اضافه 9 به روی x2 مساویست با تفاضل به توان 2، خب 4 به توان 2 به اضافه، دوستان دقت کنن وقتی تفاضل به توان 2 بعدش باید به اضافه کنیم، به اضافه 2 برابر اولی در دومی. خب اولی چنده؟ x، دومی چنده؟ 3 به روی x. و حالا همه چی آماده است دیگه. ببینید این x با x خط میخوره، 4 به توان 2 16، 2 3 تا میشه 6، 16 با 6 میشه 22 و پاسخ گزینه 3 هستش. این یکی از سوالای خاصی بود که توی آزمونا برای این حالت از اتحاد مربع دو جمله اومده بود. شاید میشه گفت یکم قالب سختری هم داشت، یه مقدار خاص‌تر بود، یعنی بعد حتما برای چیزی تقسیم میکردیم تا جمع یا تفاضل به دست بیاد، بعد در ادامه مسئله رو حل میکردیم. خب این سوالم خب به هر حال مدار سنگینی‌های خاص خودشو داشت. اگر سوالی هست از این بپرسید، وگرنه من یه بحث دیگر رو، یه مطلب دیگر رو به شما بگم و حالا تو این بینش هم یکی تو دقیقه شما استراحت داشته باشید. بسیار خب، پس همه اینو کامل متوجه شدید. خب این یک دیگه از کاربردهای اتحاد مربع دو جمله ای بود. بریم سر وقت کاربرد سوم اتحاد مربع دو جمله ای. کاربرد اولش کمی ساده بود، کاربرد دومش مثل تو این مثال یه ذره متفاوت تر بود، اما بریم سر وقت کاربرد سومش. یه کاربرد خیلی ساده و جالب هست از اتحاد مربع دو جمله. خب یکی دو دقیقه استراحت داشته باشین، یک ذهنیتون آرام بشه، بعد کار رو ادامه میدیم. راحت صدا راحت. خب من میکروفونو خاموش بکنم بالاش بالا. من در خدمتم. بله خب بچه ها با سلام مجدد، ادامه کلاس رو با هم پیش میبریم. داشتیم در مورد کاربردهای اتحاد مربع دو جمله با هم بحث میکردیم. خب بریم سراغ کاربرد بعدی.
بریم سراغ کاربرد بعدی بچه ها درس. خوب نگاه کنید، گاهی اوقات توی تست و سوال به شما میگن که یه سه جمله درجه دو یا یک دو جمله درجه دو به شما میدن، بعد میگن که چه عددی اضافه کنیم تا حاصل تبدیل بشه به اتحاد مربع دو جمله یا مربع کامل بشه. خب اینجا حضورتون عرض کنم چطوری ما این تستا رو حل کنیم. بذارید با یک مثالی بهتر این قسمت رو براتون باز کنم. ببینید دوستان، به عنوان مثال شما اگر اتحاد ایکس منهای سه به توان دو رو بچه ها اتحاد شو بنویسید چی میشه؟ میشه ایکس به توان دو، جمله اول به توان دو، به اضافه جمله دوم به توان دو، نه منهای دو برابر جمله اول در دوم. خب جمله اول در دوم ضرب کنید، سه ضرب در ایکس سه، دو برابر شش ایکس. خب این الان سمت راست باز شده یا حاصل این اتحاد سمت چپ. حالا نگاه بکنید، اگه من توی این مسئله بیام این x2 رو بنویسم، خوب نگاه کنید، منهای 6 x هم بنویسم، خب بعد به جای مثبت 9 مثبت 5 بذارم، خوب نگاه کنید، x2 منهای 6 x به اضافه 5 رو بذارم، درسته؟ خب حالا سوال بپرسم از شما، من به این x2 منهای 6 x به علاوه 5 چه عددی اضافه کنم تا حاصل بشه مربع دو جمله، حاصل بشه مربع کامل، حاصل بشه مجذور دو جمله؟ یعنی این سه تا عبارت این همه یه مفهومه. خب اگه شما بالا رو نگاه کنی میگه آقا x2 رو که داری، منهای 6 x رو داری، به جای مثبت 9 5 گذاشتی، فی الواقع اگه 4 واحد اضافه کنی، یعنی به جای به 5 4 واحد اضافه بشه، حاصل میشه بالایی میشه مربع دو جمله. خب این حرف درسته، اما من خب بالا تساوی بالا رو داشتم که این نتیجه رو گرفتم، خب چی کار بکنم که بدون اینکه این بالا رو داشته باشم خیلی راحت بتونم بگم که آقا به این عبارت سه جمله یک عدد اضافه کنی، عدد 4 رو اضافه کنی، حاصل مربع کامل میشه. خب ببینید، خوب دقت کنید به تکنیکی که بهتون یاد میدم، خوب حواسا اینجا. اگر تو تست به شما گفته بود چه عددی، نگاه کنید دوستان، این چه عددی خیلی مهمه، توی تست باید حتما این عدد رو ذکر کرده باشه. اگه بگه با افزودن چه عددی حاصل این سه جمله یا دو جمله تبدیل میشه به اتحاد مربع دو جمله، یادتون باشه از این تکنیکی که میگم استفاده کنید. حالا این تکنیک چیه؟ توی خود جزوه‌تون این تکنیک رو نوشتیم، منتها من الان اینجا این تکنیک رو پیاده میکنم. خب ببینید شما دوستان، کافیه که این کاری که میگم رو انجام، ببینید شما جمله درجه یکتون رو که منهای 6 x باشه بیاین تقسیم کنید بر جذر جمله درجه دو. جمله درجه دوتون x دو جذر بگیرید میشه x. حالا پچکار کردم، جمله درجه یکم رو بر جذر جمله درجه دوم تقسیم کردم، x با x خط میخوره میشه منهای 6. هرچه به دست اومده نصفش کنید دوستان، خب نصف منهای 6 میشه منهای 3، و بعد این وقتی که نصف کردید به توان 2 برسونید، خب منهای 3 به توان 2 میشه 9. و گام آخر این عدد ثابتتون که 9 باشه رو منهای این عدد خود ثابت خود سوال کنید، یعنی حاصل رو منهای عدد ثابت کنید، خب 9 منهای 5 میشه چند؟ 4. پس من باید چند واحد اضافه کنم تا این حاصل مربع کامل بشه؟ 4 واحد. این الگو رو
تو پایین من براتون نمایش دادم. ببینید دوستان، یه بار دیگه هم میگم، جمله درجه یک رو بر جزء جمله درجه دو تقسیم کنید، هرچه به دست اومد نصف کنید، به توان دو برسونید، منهای عدد ثابتتون کنید. اگه عدد ثابت تو صورت تست نبود چی کار کنم؟ خب خود جواب، خود همون چیزی که حاصل به دست آوردین همون جواب تستتون هستش. خب حالا که با این مثال توضیح دادم، بریم با هم یه مثال دیگه هم حل کنیم. ببینید این الگویی که شما تو جزوه میبینید، فقط یادتون باشه تو صورت مسئله باید بگه چه مقدار عددی دوستان، درسته؟ چه مقداری دوستانی که وارد جدید کلاس شدید، ما داریم بخش اتحادها رو تدریس میکنیم، اتحاد مربع دو جمله ای رو داریم، خواص و ویژگی هاشو میگیم. خب با افزودن چه مقدار عددی دوستان، خب به یک عبارت درجه دو حاصل تبدیل به اتحاد مربع دو جمله میشه. نکته تستیش اینه، جمله درجه یک رو بر جمله درجه دو چیکار کنید؟ جزء جمله درجه دو تقسیم کنید، حاصل رو نصف کنید، به توان دو برسونید، هرچه به دست اومد منهای مقدار ثابت کنید. ببین یه مثال دیگه بگم، الان این مثال رو ببینید، گفته با افزودن چه مقداری این عبارت تبدیل به اتحاد مربع دو جمله میشه. خب بچه همین الگو رو با هم پیش بریم. خب جمله درجه یک هم چنده؟ منفی 3x. منفی 3x رو تقسیم کنن دوستان بر جزر جمله درجه دو، جزر 9x تو چقدر؟ 3x. چند میشه جواب؟ x با x خط میخوره، 3 با 3، جواب میشه منفی 1. درسته؟ جواب میشه منفی 1. خب هر چه به دست اومده رو نصف کنیم، میشه منفی 1/2. درست شد؟ خب حالا که منفی 1/2 به دست اومد، منفی 1/2 به توان 2 برسونید، میشه 1/4. گام آخر، 1/4 رو منهای عدد ثابت کنید. دوستان عدد ثابت نداریم، درسته؟ عدد ثابت نداریم. خب من یک بار دیگه از اول بگم؟ باش ببینیم، من دوباره این توضیح رو میدم، دوستان میگن از کجا اومد. ببینید یک بار دیگه میگم، من جمله درجه یک رو، خوب دقت کنید، جمله درجه یک هم منفی 3x بر جزر جمله درجه دو تقسیم میکنم، جزر 9x2 میشه 3x. منفی 3x تقسیم بر 3x، خب x با x خط میخوره، 3 با 3 خط میخوره، میشه منفی 1. درسته تا اینجا؟ خب بعد منفی 1 رو نصفش کنید، میشه منفی 1/2. به توان 2 برسونید، میشه 1/4. خب عدد ثابت نداریم، پس جواب همین 1/4. تمام. پس چه عددی باید اضافه کنیم تا این مربع کامل بشه دوستان؟ عدد 1/4. این همه متوجه شدید کامل؟ اوکیه؟ خب حالا اگر خوب متوجه شدید، تست بعدی رو خودتون بیاین حل کنید. تست کنکور سراسری بوده، گفته با افزودن کدام عدد. خوب نگاه کنید، کلید واژه تست چیه؟ این که حتما کدام عدد توی گزینه بیاد. خب میگید اگه حالا نگفته باشه چه فرقی میکنه؟ الان به تستا و نکاتش میرسیم، مدل حل فرق میکنه. فقط از این نکته وقت استفاده کنید که دوستان توی صورت مسئله یک سه جمله درجه دو داشته باشین و از شما بپرسه چه عددی اضافه کنیم تا حاصل مربع کامل بشه. خب با افزودن کدام عدد این سه جمله ای تبدیل میشه به مجذور کامل؟ خب شروع کنیم با هم حل کردن. خب جمله درجه یک هم چنده بچه ها؟ 6x. تقسیم کنید
بر جذر جمله درجه دو، این 4x2 بچه‌ها جذرش رو بگیرم میشه 2x. خب چند میشه؟ x با x خط میخوره، 6 با 2 میشه 3. تا اینجا رو متوجه شدین؟ خب حالا که 3 شد، 3 رو نصفش کنید، هر چی به دست اومد نصف کنید، خب میشه 3/2. خب حالا که نصفش کردید به توان 2 برسونید، میشه چند؟ میشه 9/4. خب 9/4 به دست اومد. حالا 9/4 رو منهای عدد ثابتتون کنید، میخواییم 9/4 رو منهای عدد ثابت 2 کنیم. خب من میخوام براتون یه روش سریع برای محاسبه جمع و تفریق بگم. وقتی بخواییم یه عدد صحیح رو با یه کسر جمع کنید دوستان یا تفریق کنید، خیلی راحت نگاه کنید، میخواید 9/4 منهای 2 کنید، یه خط کسری بکشین، درست شد؟ خب مخرج رو بذارید همون مخرج کسرتون، مخرج کسرتون چنده؟ 4. پس اینجا 4 بذارید. مسکین قلم هم ندار مشکل داره. خب حالا شما میخوای یه عدد صحیح رو با یک کسر جمع کنی، مخرج و مخرج کسر بذار. حالا کاری که میگم انجام بده، عدد صحیح رو ضرب در مخرج کن، با صورت جمع کن، 2^4 8 منفی، چون علامتش منفیه، منفی 2 ضرب در 4 منفی 8 با 9 میشه 1، تمام، جواب میشه 1/4. پس پاسخ گزینه چنده بچه‌ها؟ گزینه 1. دوباره خدمتتون میگم کی از این روش استفاده کنید؟ وقتی تو تست به شما بگه با افزودن کدام عدد این سه جمله ای تبدیل به اتحاد مربع دو جمله ای میشه. جمله درجه یکتون بر جمله درجه دوتون تقسیم کنید، هرچه به دست اومد نصف کنید، به توان 2 برسونید، از عدد ثابت اگه داشتید کم کنید. خب اینو کامل همه دوستانی که سر کلاس هستین متوجه شدین؟ این ایده حل وقتی که به شما بگه که یک عدد اضافه کنیم. بسیار خوب، درود بر شما. خب این از این مدل. حالا ممکنه که نگه عددی اضافه کنیم، یا اگر بگه چیزی اضافه کنیم اون چیز دیگه عدد نباشه، یک جمله ای باشه، یک عبارت جبری باشه. اینجا باید چه کار کنیم؟ خب تو اینجا و مدلای دیگه این سوال فقط یه روش داریم که حالا اون روش رو با هم دیگه تو این چند دقیقه کار میکنیم. من اطلاعات رو پاک کنم کار رو بدید. ببین دوستان الان به این سوال نگاه کنید، همه میگه مقدار آ چقدر باشه تا این حاصل مربع کامل بشه. نگفته چیزی اضافه کنم ها، گفته به جای آ چی بذارم تا مربع کامل بشه. یا مثال پایین ترش رو نگاه بکنید، میگه به ازای کدام مقدار ام این عبارت مربع کامل هست. تو این مدل سوالات بچه ها خوب دقت کنید باید چیکار کنید. شما معمولا با یک سه جمله درجه دو ارتباط دارید. ببین از اون دو تا جمله ای که جمله درجه دوتون و جمله غیر درجه یکتون جذر بگیرید، معمولا این دوتا مربع کامل هستن. خب یعنی چی بچه ها؟ حالا اگر حضورتون عرض کنم که جمله درجه دو نبود به این سبک، اون دوتا جمله که مربع کامل هستن رو جذر بگیرید و اون جمله بعدی باید باشه 2 برابر حاصل ضرب جذر اون دوتا جمله. دوباره میگم، چون تو اتحاد مربع دو جمله نگاه کنید، یه جمله اول به توان 2 داریم، یه جمله دوم به توان 2 داریم، یه 2 برابر جمله اول در دوم داریم. خب
حالا اگر این اتفاق افتاده ما اینا رو داریم، اگر آ دو رو من جذب بگیرم میشه آ، ب دو رو جذب بگیرم میشه ب، این دوتا رو در هم ضرب کنم دو برابر کنم میشه دو آ ب. پس این ایده حل چی بچه ها؟ الان این گفته آ چقدر باشه تا این حاصل مربع دو جملی بشه؟ شما میای از 9x2y2 دوستان اینجا، درسته؟ ببینید شما 9x2y2 دارید بچه ها، به اضافه چی؟ x4 به اضافه آ. حالا میخوام این آ چیه؟ شما بیاین از 9x2y2 جذر بگیرید، 9x2y2 جذرش میشه 3xy، از x4 هم جذر بگیرید جذرش میشه x2. خب پس اومدم از دو تا جمله که مربع کامل بودن جذر گرفتم. حالا این آ میدونید چی باید باشه؟ این باید دو برابر حاصل ضرب این دوتا باشه، یکی 3xy یکی x2 رو در هم ضرب کنم دو برابر کنم. پس آ در حقیقت باید باشه مثبت منفی. چرا مثبت منفی؟ چون توی اتحاد مربع دو جمله هم مثبت دو آبه داریم هم منفی دو آبه میتونه باشه. خب مثبت منفی دو برابره جمله اول در دوم. خب جمله اول رو در دوم ضرب کنید، x در x2 میشه x3 میشه 3 تا x3y. خب این جواب چند میشه؟ میشه مثبت منفی 6 x3y. یعنی آ میتونه یا مثبت 6x3y باشه یا منفی 6x3y باشه. به گزینه‌ها نگاه کنید، منفی 6x3y تو گزینه‌ها هست، همینو میزنم دوستان. مثبت 6x3y هم بود همونم درسته، البته نمیتونست مثلا توی گزینه مثبت 6x3y بده توی گزینه منفی 6x3y، چون هر دوش میتونست درست باشه. اما توی گزینه بگه مثبت منفی 6x3y بازم درست. خب همه اینو متوجه شدین؟ خب دوستان دقت کنید، خب چون جلسه اولم هست، من مبحث رو تو همینجا دیگه به پایان میرسونم. امیدوارم از کلاس امروز استفاده کرده باشین. تا هفته آینده روز یک شنبه ساعت 8 تا 9:20 دقیقه که در خدمتتون خواهیم بود. وقتتون بخیر، سلامت باشید و برقرار. خداحافظ همه شما.